درود به همه شما خوبان، عرض ادب خدمت همه شما بزرگواران. ما امشب بر آن شدیم که در قسمت 20 تاریخنامه، یعنی پنجمین قسمت از مجموعه مربوط به جنگ قادسیه، سمت ایران رو توضیح بدیم، یعنی بیایم و وضعیت حکومت رو در سمت مقابل عرب بگیم و بعد یه نتیجه‌گیری هم داشته باشیم. ما حوادث بین سالهای 628 تا 633 میلادی رو میخوایم امشب در موردش صحبت کنیم. بعد از حدود 25-26 سال جنگهای بسیار خشن و فرسایشی بین ساسانیان خسروپرویز و بیزانتیوم امپراتوری بیزانس هرکلیوس، مردم دیگه خسته شده بودن. دوستان ببینید، شما که امروز تاریخ میخونید میایید و مثلا میگید یک پیروزی بزرگ در فلان زمان رخ داد، اما باید نگاه کنید اون پیروزی کشته داشته، اون پیروزی نیاز به تعداد زیادی سرباز داشته، خب سربازا رو باید از بین خانواده ها می بردن، اون پیروزی نیاز به مقدار زیادی مالیات برای تأمین مخارج داشته، مثل الان هم که نبود. شاید یک نفر که از شرق ایران میرفت برای جنگی در شمال غرب ایران، در غرب ایران هیچ وقت بر نمیگشت، یا رفت و برگشت داشتن اون واحد ممکن بود یه دهه طول بکشه. این جنگ ها نیاز به پول داشتن و دولت ها مثل الان که صادرات به این صورت نداشتن که شما بخواید حساب کنید مثلا نفت بفروشن، نه، مجبور بودن مالیات رو افزایش بدن و یا اینکه شهرهایی رو که فتح میکنن مورد غارت قرار بدن. این چیز عجیبی هم نیست دوستان، همه دولت ها مجبور بودن برای پر کردن خزانه خودشون رو مالیات حساب کنن. حتی تو تاریخ معاصر ما، حتی تا زمان 300 سال اخیر وقتی ایران درگیر جنگی میشد مجبور بودن مالیات رو افزایش بدن. شما اگر نگاه کنید در زمانی که نادرشاه بزرگ میخواست به هند حمله کنه، نیاز ما به مادیات، نیاز به پول اونقدر زیاد شد، گرچه خیلی تونستیم از هند غنیمت بیاریم، داخل پرانتز میگم، ولی 3 سال، کتاب میرزا مهدی خان سرابودی رو مطالعه کنید توش هست، 3 سال مالیات رو پیشکی بگیرن و خب این فشار اقتصادی داره. یعنی شما فقط افتخار یک پیروزی رو نگاه نکنید، چالش انسانی و اقتصادی اجتماعیش رو هم در نظر بگیرید. اینا چیزایی که باید تو تاریخ بهش دقت کرد. در سال 628 هجری پسر خسرو پرویز از همسر رومیش آمد بر زیدش کودتا کرد. اسم این آدم بود قباد دوم یا شیرویه. شیرویه خود خسرو پرویز هم چندان اینو دوست نداشت. دوست داشت پسری که از همسر دیگر شیرین ارمنی بود. کتاب خسرو شیرین در هم مورد عشق عاشقی است. اون رو بگیره ولی عهد کنه. ولی خب خسرو پرویز کودتا کرد و خیلی سریع پدرش رو کشت. درباریان کمکش کردن و اولین کاری که کرد شیرویه قباد دوم، سعی کرد رو مسائل مالیاتی کاری کنه که مردم راضی باشن. با هراکلیوس امپراتور بیزانتیوم بیزانس صلح کرد و کاری کرد که مردم از نظر مالیاتی و برخی از سختگیری ها کاهش پیدا کنه، مردم مقدار راضی بشن. اما ذاتن آدم بدتینتی بود دوستان، تمام برادرانش رو کشت و اینقدر این کارو فجیع کرد که بهتر من امشب در موردش صحبت نکنم. خودشم 6 ماه و نیم بعد تا اون گرفت مرد. خب وقتی ایشون مرد همه برادراش هم کشته بود، و کی باید پادشاه میشد؟ پسر 7 سالش اردشیر سوم، پسر قباد، پادشاه شد. آذرگوشسپ وزیر معروف ایرانی که از زمان خسرو هم مقام های بالا داشت اومد شد نایب السلطنه. البته مشکل اینجا بود که کمک اردشیر سوم کسی به پسر 7 ساله بود، بچه بود، اون هم مدت زمان زیادی طول نکشید. شهرفراز فرمانده معروف خسرو پرویز در ناحیه شمال غرب آمد به تیزفون حمله کرد و خودش رو نشون روی تخت سلطنت. حالا مشکل کجا بود؟ اصلا شهرفراز از خاندان ساسانیان نبود، از خاندان مهران بود که نسبش میرسید به بزرگان اشکانی در 4 قرن پیش. دوستان ساسانیان 4 قرن حکومت کردند و بیشترین سالهای حکومت تاریخ ایران، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، مال همین سلسله است. خب شهرفراز کار بسیار عجیبی کرد و کار بزرگی
یعنی دوباره ریشه های اشکانی رو زنده کرده بود. درباریان شوریدن و پوراندخت دختر خسرو پرویز رو جانشین شهرفراز کردن. ایشون هم شاید بهتون بگم 11 ماه 12 ماه بیشتر و مستند کار نبود. سال 630 ایشون عزل میشه. شاپور پسر شهرفراز با کمک خاندان مهران پوراندخت رو عزل میکنه، پوراندختی که جانشین شهرفراز شده بود با کمک درباریان. و پیروز دوم باز هم از نسل خسرو انوشیروان حمله میکنه، با شهرفراز نبرد میکنه، در سال 630 میلادی اون رو میکشه و این بار آزرمیدخت دختر خسرو پرویز رو جانشین پوراندخت و اصولا جانشین خاندان مهران و آنچه از آنها مونده بود میکنن. دوستان دیگه عملا قدرت از بین رفته بود، هیچ مردی هم باقی نمونده بود. پوراندخت و آزرمیدخت درست خواهر بودن، ولی این دو اولین پادشاهان زن ایران بودن و تا رابطه خیلی بدی هم با هم داشتن. در شمال ایران در همین مدت در ناحیه مثلا امس روزه بهش میگن مازندران، فردی به نام فرخ هرمز، هرمز پنجم، از خاندان اسفهبدان طبرستان. از این خاندان حتی بعد از اسلام خیلی قدرت داشت و یکی از بزرگترین خاندانهای ایرانی الان هم در مازندران فامیل اسفهبدی هست و یکی از فامیل‌های قدیمی و دارای اصل نسب اون منطقه است. اینها دست به شورش میزنن، اعلام استقلال از مرکز تیزفون میکنن و برای خودشون یده بیضایی پیدا میکنن و قدرتی. این آقا یعنی فرخ هرمز میاد ناحیه شمال ایران رو میگیره، میاد به سمت جنوب و به آزرمیدخت که حالا روی تخت سلطنت رو پیشنهاد ازدواج میده. آزرمیدخت هم از این آدم خوشش نمیومد، میاد و به کمک سیاوخش حکمران ناحیه ری و بخش از ایران که تا امروز شامل ری و همدان و اینا میشه یه توطئه درست میکنه و فرخ هرمز رو میکشه. پسر فرخ هرمز حکمران شمال شرق ایران بوده. این فرد اسمش بوده چی؟ در سال 631 اسمش بوده رستم فرخزاد. این به خونخواهی پدر به تیزفون حمله میکنه و پوراندخت رو دوباره جایگزین آزرمیدخت. آزرمیدخت هم حذف میشه و بعدم کشته میشه. پوراندخت هم الان در سال 631 10 ماه 11 ماه بعد در سال 632 خودش میمیره. دوستان ببینید بدشانسی و بداقبالی، توطئه های دربار، کودتا پس از کودتا، همه اینها ریشه های این حکومت رو سست میکنه. دیگه هم آدم هایی مثل بهرام گور نیستن که بیاین مثل گذشتگان ساسانی امور رو تدبیر کنن. هرچه هست کودتاست، هرچه هست دسیسه است، هرچه هست دخالت گروه های مختلف در خاندان سیاست. در سال 632 وقتی که پوراندخت فوت میکنه، اگه یادتون باشه در قسمت 19 و 18 در مورد صحبت کرده، همگان دنبال یک جانشین میگردن. خود درباریان هم بر رستم فرخزاد شورش میکنن و بالاخره رستم هم با پیروز خسرو میشینن سر میز مذاکره و قرار میشه نوه 11 ساله خسرو پرویز رو که میشد پسر برادر ناتنی همین آزرمیدخت و پوراندخت، اینو بیارن به سلطنت برسونن. اسمش چی بود؟ یزدگرد سوم. اما اون 11 سالش بود، بچه بود، نایب السلطنه میشه چی؟ رستم فرخزاد. در سال 632 در استخر پارس، درست همونجای که اردشیر بابکان شروع کرد، در معبد بزرگ آنایتا جناب یزدگرد سوم تاجگذاری میکنن. البته سال بعدش عرب ایران حمله میکنن. ببینید حکومت ساسانیان 400 سال طول کشتن، ولی نگاه کنید که بین سالهای 628 که خسرو پرویز تو کودتا قرار میگیره به دست پسرش شیرویه یاقوباد دوم، تا سال 633 تقریبا 10 نفر 11 نفر قدرت و مستقیم یا غیر مستقیم قبضه میکنن. جنگ هایی که اتفاق میفته درون کشوره، یعنی هر دو طرف که همدیگه رو میکشتن ایرانی بودن. رستم فرخزاد میاد به خونخواهی پدرش فرخ هرمز. از این ور میبینید خاندان مهران داره ال میکنه، بل میکنه. از اون ور ما زمان خسرو پرویز
جنگ هایی داشتیم، بحث بهرام چوبین است که صد ربطی به اینجا نداره، و جنگ های طولانی با رومی ها. مگه مردم چقدر میتونستن مالیات بدن؟ مگه مردم میتونستن چقدر کشته بدن؟ این امرها باعث نارضایتی میشه. چند تا عامل باعث میشه که ما ضعیف بشیم. یک، جنگ داخلی. دو، نبود چهره‌های شاخص در خاندان سلطنتی ساسانیان که بتونن امور را تدبیر کنند. عزیزان، تمامی کتب مختلف از طبری بگیر تا کسان دیگه، واقدی و بلازری و اینها، سن یزدگرد سوم رو 11 حد اکثر 16 سال قید میکنن. یعنی بچه سال بوده زمانه سال 633. این جنگ هایی که گفتم باعث شده بود که خزانه های ایران خالی بشه، مالیات ها سنگین بشه و مردم ناراضی از حکومت. البته دلیل مشکلات مذهبی هم بود، بی تردید از سمت غرب. ما گفتیم طوایف متعددی در عراق، عراق امروز که اون موقع ناحیه غربی امپراتوری ساسانی بود، وجود داشت که مسیحی بودن، عربای مسیحی. مسیحیت از غرب داشت میومد و تفکر بودایی از شرق، و بی تردید اینها مشکلات ایدولوژیک ایجاد کردن. متاسفانه یه مطلب هستش که ما باید بهش با نگاه دقیق تری دقت کنیم. ما در مورد بنی لخم و دولت لخمیان صحبت کردیم که این یه حائلی بود بین ما، حتی خودشون دولت عربی بودن، بین ما و حکومتی که ساختاری که در حجاز بود، قبایل مختلف. متاسفانه خسرو پرویز اون رو هم از بین برد که در قسمت 11 و 12 ما بهش اشاره کرد. این کار اشتباه بود عزیزان، این کار اشتباه بود و همین موضوع یکی از عواملی شد که عرب به راحتی بتونن در عمق خاک ما نفوذ کنن و حدود 2 ماه بعد از جنگ قادسیه در سال 14 هجری قمری بیان و خودشون رو برسونن به تیسفون و عملا پایتخت تابستانی ما رو بزنن. دوستان عزیزان، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم نباید با جانبداری نگاه کنیم، باید منطقی نگاه کنیم. اگر ما دوچار تشتت نبودیم، اگر ما دوچار فقه نبودیم، اگر ما مشکلات عظیم داخلی نداشتیم، دشمن نمیتونست ما رو شکست بده. اصلا در زمان ابوبکر که درگیری ها شروع میشه، ایشون مایل به جنگ با ما نبوده. یعنی سال 11 تا 13 هجری قمری میگه بذارید بین ما و اونها دریایی از آتش و فاصله باشه. ولی وقتی بارها و بارها با ما میجنگن و جز جنگ پل، نبرد پل، پشت سر هم بارو میشکنن و شکست میدن و هزیمت میکنن، میبینن قادسیه رو میبرن، میان جلوتر جلولا و آخرش هم نهاوند، و بعد که اصلا افسار امور از دست ما خارج میشه، چرا انفعال میشیم و ظرف 2 دهه سرزمین پهناور ایران سقوط میکنه. یه اتفاقی افتاده بود، خیلی از حکمرانان محلی ایران وقتی یزدگرد و خاندان ساسانی کمک میخواستن علنا میگفتن به ما چه؟ آبا اونا الان مثلا تو جنوب غرب ایرانن، تو غرب ایرانن، چی کار دارن به شرق ایران؟ این انقلت احمقانه، این استدلال غیر منطقی رو می آوردن. یارو الان تو غرب ایرانه، چرا ربطی به شرق ایران داره؟ خب عزیز، امروز تو غرب ایرانه، یه روزی میاد به شرق ایران. و اومد ظرف 2 دهه یه امپراتوری به این گندگی که از دریای سیاه شروع میشد میرفت تا رود سند سقوط کرد. ببینید چقدر سریع، 2 دهه، 20 سال، حالا با سرعت حرکت اون موقع نیروها. خیلی از جاها به شدت مقاومت کردن، مثل مناطق مهمی در خوزستان، اصفهان، ری، آذربایجان، برخی از مناطق سیستان و خراسان. بعضی از جاها مقاومت نکردن، بعضی از جاها بعد از اینکه مسلمان شدن 3 بار 4 بار دوباره شوریدن. نمونش ری و اصفهانه، آذربایجان. بعضی از جهان تا 2 قرن، 1 قرن و نیم طول کشید تا به تدریج مسلمان بشن. مثلا علویان تبرستان شکل گرفت تا مسلمان شدن، مثل نواحی شمال کوههای البرز. اما ما اتحاد نداشتیم، ما ارتشمون در اثر جنگ‌های متعدد داخلی تضعیف شده بود، ما اکثریت بزرگانمون رو در میدان جنگ داخلی از دست داده بودیم. پس این تشتت، این اشکالات داخلی دلیل اصلی سقوط ماست، وگرنه ما همچین فاجعه برامون پیش نمی اومد. دوستان، من خیلی کم دیدم به این موضوع اشاره شده
که از غرب مسیحیت و از شرق بوداییسم داشته به ایران میومده. این رو باید بسیار در موردش کار کرد. عزیزان یادتون باشه، اینو به یاد داشته باشید که مسیحیت و بوداییسم سلسله مراتبی رو که در تفکر زرتشتی بودن رو نداشتن. مسیحیت به عنوان یک دینی که در منطقه ما 2-3 قرن بود اومده بود، داشت خیلی سریع نفوذ میکرد، گرچه ساسانی هم روبروش تا حدی ایستادن ولی نمیشد. این حرف که من میزنم شاید به مزاق خیلی از شما خوش نیاد، ولی اگر اصلا اسلامی نبود، اصلا این دین ایجاد نمیشد، الان بخش های مهمی از غرب ایران مسیحی. اگر اصلا اسلام ایجاد نمیشد و بخشهایی از شرق ایران بر آیین بودایی، بی تردید بخشهای مهمی از مرکز ایران هم زرتشت. اما یه بزنگاهی هست که تو برخی از کتب تاریخی نوشته شده، مسیحیت شروع کرد خودش رو با مردم جوامع وفق دادن. متاسفانه این وفق پذیری رو ما در معبدان زرتشتی ندیدیم، یعنی نتونستند نظریه خودشون رو با مردم همگام کنن و این ساختاره که طبقه شاهزادگان آریستوکرات جدا بود، موبدان و بعد طبقه جنگاوران و بعد از اون حالا طبقه پیشوران و در آخر کشاورزان، این طبقه بندی اجتماعی که شاید ارتباط مستقیمی هم با آیین زرتشتی نداشت ولی خب از زمان اشکانیان علنا در ایران دیده میشد و بعد ساسانیان، این به ضرر ما تمام شد. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که این عبدالحسین زرینکوب هم میگه در مورد اتفاقاتی که افتاده در ایران، و حتی فکر کنم در اون لحظاتی که اینو نوشته مثل الان من آهی از سر حسرت میکشید و دلش سوخته بود، همینطور که الان جگر من کبابه ولی باید راست شد. عزیزان جامعه طبقه بندی ساسانی روبرو شد با دینی که علی ظاهر اون موقع در مورد سادگی و برابری صحبت میکرد، دینی که در اون همه با هم برابر بودن، چیزی به نام طبقه بندی اجتماعی وجود نداشت. یادتون باشه امروز دیدگاه شما نسبت به اسلام با 1400 سال سابقه و سابقه است، با 43 سال دیدگاه مستقیم نسبت به آخوندا. اما 1400 سال پیش که اصلا شیعه و سنی به این صورت نبود، زمان عمر بود و بعد عثمان و علی. در ناحیه فتح ایران ما سال 14 هجری بخوام در بعد و هم اونجا لحاظ کنیم، زمان عمره. مردم در مورد اسلام چیز زیادی نمیدونستن، شاید هم هیچی نمیدونستن، تکرار میکنم هیچی. و بعد دینی رو میدیدن که میگو همه با هم برابرن، اگر ایمان نیاری باید جزیه بدی، یعنی که با عنوان کنیز و مرد و زنت اینا، اگر ایمان بیاری همه با هم برابرید و یکسان از خزانه میبرید. در چه اگه دقت کنید بعد از سال 40 هجری بنی امیه این قانون رو نقض کردن و بسیار به ایرانیان ظلم کردن. برای همین میبینید در قیام عباسیان که میرسه بعد از مروان حمار، آخرین خلیفه اموی، در زمان ابو مسلم، ابو مسلم خراسانی 8 سال بعد از مرگش امام هشتم شیعیان تازه دنیا اومد. و اینو من به شما بگم، این فرد به مقدار بسیار زیادی از طریق ایرانی ها حمایت شد، خودشم که ایرانی. دوستان به قدری در زمان بنی امیه به ایرانی ها ظلم شد، به قدری خفت و خاری به ما داده شد که وقتی بر ضد بنی امیه شمشیر میخواستن بکشن، ایرانی های بسیاری گرد ابو مسلم اومدن و زدن نابود کردن خاندان بنی امیه رو. گرچه خیلی زود المهدی و منصور اینها نشون دادن چجور آدم هایی اصلا در زمان عباسیان و ابو مسلم رو هم کشتن. در بد و امر اسلام با شمشیر وارد ایران شد، اما سعی کرد یه کار تبلیغاتی هم انجام بده. این با شورش های متعدد روبرو شد، اما بی تردید جواب هر خشونت رو عرب با شمشیر دادن. متاسفانه در مورد این موضوع ما کتاب کم داریم. یه دو قرن سکوت جناب عبدالحسین زرانکوب رو داریم که اگه همین هم نبود دیگه کار ما زار بود. حتی شجاعالدین شفا هم مطلب داره، اینم زرانکوب خوب به این موضوع پرداخته تو این دو قرن اول، خصوصا زمان بنی امیه. عزیزان یه ایرانی هر نظرش سوار اسب بشه تا یه عرب بود، اسب باید دست اون بود، باید سلام می‌کرده،
اگر مالیات نمیدادید باید سر میدادید، یعنی اون تو اون کیسه ای که بهش میگفتن بدره، کیسه ای که پول و حالا طلا نقره بعد میذاشتیم میفرستادیم برای خلیفه، پول نداری بدی سر باید بدی، سر طرف رو میزدن میذاشتن اونجا، دورش رو ریسمان میبستن دور کیسه رو، مهر و موم میکردن میفرستادن، گفت پول نداد سر داد. و همین باعث شورش های متعدد شد، همین باعث شد که در شرق ایران اقوامی، حتی یک تا جورایی هم شمال غرب ایران هم بود، شکل بگیرن، مثل سپید جامگان، قیام مقنع، ابن مقنع، و همینطور سرخ جامگان که بعد هم میبینی یکی از بزرگانشون میشه بابک، همینطور افرادی مثل مازیار، همینطور دودر بازایی مثل افشین، از سرداران اشوسنه، اشوسنه هم خوندن. دوستان در زمان من دیگه نمیخوام بعد از این در مورد ایران زیاد صحبت کنم، میخوام در مورد جنگ صحبت کنم از قسمت 21. اینو بذاریم بگیم در شرق ایران خصوصا در زمان بنی امیه، خصوصا بعد از مرگ یزید، چون یزید آخه چیزی حکومت نکرد، سال حدود 63 هجری قمری مرد، پسرش هم یه سال گند زد و معاویه دوم انداختنش کنار، رو کی اومد؟ عبدالملک پسر مروان، در عصر مروان بود ولی خب حکومت عبدالملک و بعد برادرش اداره کردن. چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا شما میبینید گروه های خوارج که خودشون انواع و اقسام دارن در شرق ایران اومدند، و چون اونها زیاد مردم را غارت نمی کردن، از عرب عادی غارت کرد بهتر بودند، مردم با اونها همراه شدند. اونها فقط آب و غذا از مردم میخواستند. حکومت مرکزی مالیات و جزیه بسیار میگرفت، فرگه نداشتی زن و دخترتو بار میکرد و مردم غیرتمند ایرانی جلوشون نیست دادن. من از همه شما میخوام یه خواهش بکنم، من خودم کتاب دو قرن سکوت جناب عبدالحسین زرینکو با 8 بار خوندم، تقریبا هر یه سال دو سال یه بار گوش کردم، الان دیدم صوتیش هم هست، اصلا میگم بذارم تو گروه تو کانال که شما هم گوش کنید، این رو بگیرید با دقت گوش بدید، حالا شاید بعضی ایراد بگیرن که تو اعداد اغراق شده، خب ایشون ارجاع دادن به منابع اون دوره، ولی خب جالبه، قیام سندباد جالبه، صحبت هایی که شده جالبه، قیام های مختلف که در ری، اصفهان، در خراسان و سیستان شده جالبه. بدونیم که پدرانمان چه کردند، بدانیم که ما به این سرعتی که آخونده میگن از سر ذوق و شوق و اینا مسلمان نشدیم، نه، همین الان، همین الان یه نفر بیاد بخواد یه دین جدید به شما بده، اصلا کاری ندارم مسلمونی یا آتئیستی، یهودی هستی، بهایی هستی، زرتشتی هستی یا اگانیستی، یه نفر بیاد یه عقیده جدید رو با شمشیر بخواد به شما تحمیل کنه، کشورتون هم بگیره، و اگه عقیده رو پذیرفتی که هیچ برادر مایت و مالیاتو بدی، اگر نپذیرفتی باید جزیه بدی، نداری زنتو میبرم، شما میپذیری یا دخترتو؟ معلومه نمیپذیری. در زمان حکومت بنی امیه ایرانیای مسلمان میشدن، ولی چون به ضرر این آقایون بود بازم ازشون جزیه میگرفتن. چی شد؟ تا زمان خلفای راشدین از مسلمون ها جزیه دیگه نمیگرفتن، از غیر مسلمون ها میگرفتن، چون غیر مسلمون ها یه دفعه داشتن کم میشدن در ناحیه شهری و مسلمون ها زیاد، در زمان بنی امیه خصوصا از زمان عبدالملک به بعد از اونا هم جزیه گرفتن، یعنی ایرانی ها رو چاپیدن چاپیدن چاپیدن، بعد ایرانی ها باز اومدن ابو مسلم طوری اینا رو قدام کردن که حالا میرسیم بهش براتون میگم، البته الان ما در جلد 4 هستیم، اون جلد 9 میشه حدودا و هستیم فعلا با هم دیگه. دوستان این بخش 5 جنگ قادسیه پیرامون جنگ بود، مصاحبه در مورد خود جنگ نبود، و از همه مهمتر به یاد داشته باشیم کاش شیرویه یعنی قباد دوم پدرش رو نمیکشت، برادرانش رو نمیکشت، بزرگان ساسانی رو نمیکشت، از ماست که بر ماست، یک حماقت، یک انداختن سنگ در چاه رو که یک انسان نادان شاید هم طماع انجام بده، ده ها هزار عاقل نمیتونن در بیارن. من مطمئنم وقتی شجاع‌الدین شفا مینوشت جیگرش سوخته بود، همینطور که وقتی من فقط 3 روز طول کشید مطالب رو جمع کنم، چون حدود 28 صفحه بود، من کردم 4 صفحه پشت رو، جگرم سوخت سوخت، و هزار بار نفرین فرستادم بر شیرویه که چه کردی با برادرات،
البته من طرز کشتن اونها رو نگفتم چون گفتم کسانی ممکن ناراحت بشن، فقط به این اکتفا میکنم که گفتم ایشون پدر و برادرش رو کشتن. طرز آدم کشیش بمانه دیگه. خودتون خواستید برید در کتاب جناب آقای محمد ابن جریر طبری جلد 4 مطالعه. شبتون زیبا.